الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نظر قلوبنا بأنوار الهداية المصطفوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالمحبة الفاطمية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين لا سيما على الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جان در ره اسلام فدا کرد حسین. جان خدا داد ابی عبدالله، تا الان من و شما این گونه زیر پرچم سیاه ابی عبدالله راحت داریم عزاداری میکنیم. جان در ره اسلام فدا کرد حسین در مقتل خون خدا خدا کرد حسین. اینو با یه من انتخاب کردم چون بحث ما در محورهای خداپرستی ابی عبدالله است. در سجده شکر سر جدا شد ز تنش. چرا؟ در سجده شکر سر جدا شد ز تنش تا حق نماز را ادا کرد حسین. مجلس و محفل به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام و یاران با وفایش برگزار گردیده است. امیدواریم در این ایام عزاداری ابی عبدالله و در این ایام محرم همه ما مورد رحمت الهی قرار بگیریم. همانطوری که برادر عزیز ما جناب آقای دکتر مشتاق یوسفی زحمت ترجمه منبر امشب را کشیدن، اونایی که آلمانی بلدن متوجه شدن موضوع منبر امشب ما در رابطه با چیست. بحث ما در این چند شب، عنوان منبر ما روش زندگانی امام حسین علیه السلام است. دیشب عرض کردیم زندگانی امام حسین در سه بخش تقسیم میشه. من فهرست مطلب دیشب را عرض بکنم تا بتوانم مطلب امشب را درست تفهیم بکنم و جا بیندازم و شما مورد استفاده شما قرار بگیرد. در مطلب منبر دیشب عرض کردم امام حسین علیه السلام دارای سه قسم زندگی است. زندگانی امام حسین در سه بخش تقسیم می شود. یک، مقامات خاص ابی عبدالله بود. مقامات خاص مثل چی؟ مثل امام حسین معجزه دارد، ما کار به این نداریم. امام حسین علم خدایی دارد، ما کار به این نداریم. امام حسین عصمت دارد، ما کار به این بحث نداریم. این یک مطلب. مطلب دوم زندگی امام حسین علیه السلام مسئله زندگی بومی امام حسین بود. زندگی بومی را دیشب مفصل توضیح دادم. عرض کردم امام حسین سوار بر اسب می شد.
امام حسین شمشیر داشت، امام حسین لباس عربی بلند میپوشید، امام حسین در کاسه های سفالی و گلی غذا میخورد. این مسئله زندگی بومویز، من بحث ما این شبها در این مسئله نخواهد بود. پس بحث ما در این شبها در رابطه با اصول زندگی امام حسین است. امام حسین چه اصلی در زندگی خودش پیاده کرده است؟ که همه من و شما این گونه عاشق ابی عبدالله هستیم، همه من و شما جان میدیم برای حسین، از خواب ما، از خوراک ما، از کار ما، از زندگی ما، از پول ما میگذریم. جالب عزیزان، شما نگاه بکنید این سفره هایی که در مصیبت ابی عبدالله پهن میشه، نه انجمنی است، نه خیریه است، نه حزبی است، نه دم و دستگاهی است، همه مردم خودجوش در دهه محرم در همه جا سفره نعمت الهی پهن است و غذا تهیه میشه. پولش از کجا میآید، کی میده، چگونه برنامه ریزی میشه، اصلا معلوم. شما نگاه بکنید بعض مخالفان آقا این همه سفره پهن کردن در رابطه با ابی عبدالله، چرا شما عروسی ها رو نمیگی؟ ما در مصیبت ابی عبدالله الحسین چند تعدادی از مردم از رای دور میآیند، از رای نزدیک میآیند، شب دیر وقت میشه، یک غذای خیلی مختصر، شاید غذای خیلی سیر کننده هم نباشه، ما تهیه میکنن، مسئولین زحمتش میکشن، بعضا میگن خب آقا چرا اینقدر اسراف، عجب. در عروسی ها که 10 قسم و 15 قسم غذا اسراف نیست، اما وقت نام مجلس ابی عبدالله میشه اسراف است. اینا کلش حرفایی است که شیطان وسوسه میکند، میخواین با این مطالب خللی در عزاداری های ابی عبدالله ایجاد بکنیم، ولی نه. چراهی را که ایزد برفروزد، اران کس پف کند، ولی ریشش بسوزد. یزید این چراغ را خواست خاموش کنه، ریشه یزید سوخت. عمر سعد، شمر، همه و همه ریشه هایشان سوخت. با مکتب ابی عبدالله در نیفتیم، عجب مکتبی با عظمتی است. پس بحث ما این شبها در اصول زندگی امام حسین علیه السلام است. اصول زندگی مثل چی؟ اصول زندگی مثل تقوای امام حسین، مثل عدالت امام حسین، مثل مردمداری حسین، مثل اخلاق امام حسین، مثل وفای ابی عبدالله. این مسائل بهش بگن اصول زندگی امام حسین علیه السلام. ما در منبر دیشب اولین اصل رو وارد شدیم. اولین اصل در زندگی امام حسین مسئله خدا ترسی و خدا باوری بود. امام حسین از خدا می ترسید، از چیز دیگر نترسید. این بحث رو دیشب آغاز کردم و عرض کردم در رابطه با خدا ترسی امام حسین علیه السلام چند محور میتونیم بحث بکنیم. یک انسان خدا ترس باید چه ویژگی داشته باشد؟ انسان خدا ترس اولین ویژگیش اینه خدا را حاضر بداند، بفهمد خدا هست، همه جا بریم خدا خواهد بود. سوره مبارکه روم قریب من چی؟ من حب لیل ورید، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. خدا را حاضر بداریم، یک که بحثش را مفصل دیشب عرض کردم، هم روایاتش عرض کردم، هم داستانایش را بیان کردم. دوم که دیشب عرض کردم مسئله ترجیح خدا بر همه چیز. آقا ازا دار الامر بین دو راهی قرار گرفتیم، یک را پول، یک را خدا، خدا یک را پول، یک را خانواده، خدا یک را پول، یک را اولاد، خدا یک را پول، یک را خود انسان، خدا خدا و خدا. امام حسین آمد خدا را بر همه چیز ترجیح داد، زن و بچه و همه را فدای خدا کرد. این دو تا محوری که دیشب عرض کردم. محور سومی که امشب میخوام وارد بحث بشم این است. ببینید عزیزان، مسئله تعهدات اخلاقی، انسانی که از خدا میترسد یک سلسله اعتقاداتی دارد، یک سلسله اخلاقیاتی دارد، باید مراعات بکنه.
انسان خدا ترس مردم آزار نیست، انسان خدا ترس پدر و مادر را اذیت نمی کند، انسان خدا ترس بد اخلاق نیست، انسان خدا ترس مال مردم نمی خورد، انسان خدا ترس امسایه را اذیت نمی کند، انسان خدا ترس اخلاق دارد، تدین دارد و ایمان دارد. این تعهدات اخلاقی باید انسان خدا ترس باید مراعات بکنه. انسان که از خدا ترسید صله رحم انجام میده، ولی انسانی که از خدا نترسید صله رحم را قطع میکنه. این تعهدات اخلاقی است. یک داستان بگم. در زمان بنی اسرائیل شخصی آمد خیلی اذیت کرد یک گنجشکی را. آدم متدین هم بود، خیلی آدم خوبی هم بود، به اصطلاح من و شما نماز شبخوان بود. نمازش اول وقت نماز والا در زمان بنی اسرائیل نماز چگونه بوده من کاری ندارم، که بر همین اساس نماز من و شما بود، یا فقط عبادت بوده، عبادت اول وقت انجام میداد. مدتی گذشت یک مرتبه دید حال عبادت دیگه نداره. جوانا خدا نکنه انسان حال عبادت از انسان گرفته بشه. نماز میخواه بخونه ولی حال نداره، برای هر کار حوصله داره، چهار رکعت نماز میخواد بخونه بی حوصله میخونه. خدا نکنه انسان به این حال مبتلا بشه. به این آقا گفتن، رفت پیش پیغمبر زمان خودش، آقا خیلی من اذیت میشم، اصلا اون حال عبادت قدیم را ندارم، خیلی اصلا حال ندارم، چیکار کنم؟ پیغمبر او زمان بهش گفت شکا منک اصفورون، از تو یک گنجشک اذیت شده، گنجشک را اذیت کردی، چی برسه به مردم؟ یادش آمد آه راست میگه، من یک روز در خانه نشسته بودم، گنجشک آمد کنار پنجره نشست، بچه هایم گفت پدر گنجشک را بگی، گنجشک را آوردم داخل خانه بایش بازی کردیم، ای پرش دادیم، ای اذیتش کردیم، یک مقدار اذیت شد این گنجشک، بعد بالش یک کمک اذیت شد شکست، رهایش کردیم رفت. فهمید ولی شکا منکه اصفور، از یک گنجشک شکایت کرده که این حال عبادت ازت گرفته شده. هرگاه دیدی نمازت به حال نیست، به خودت مراجعه بکن، بیبی کی را اذیت کردی؟ بر کی ظلم کردی که آن عبادت ازت خدا گرفته؟ عبادت حال میخواه، باید حال عبادت انسان داشته باشه. در کربلا تعهدات اخلاقی به حد اعلای خودش بود. وفای ابوالفضل العباس را شما نگاه بکنید، که اگر وقت کردم تا آخر شبهای دهه اول یک شب در رابطه با وفا صحبت خواهم کرد، چون من منبرای شب را بستم تا فردای شام غریبانم نوشتایشم آماده شده. مطلب این است که در کربلا شما نگاه بکنید، مرحوم سماوی در ابصار العین فی اصحاب الحسین علیه السلام، خوب گوش بدین جوانا، در کتاب ابصار العین فی اصحاب الحسین مرحوم سماوی می نویسه در کربلا 9 شهید بود که مادرشان دید و شهید شدند. 9 جوانی که مادر دید، جلو چشم مادر به شهادت رسیدند. نام میگیره، آده نام عرض میکنم خدمت جان. این 9 مادر کی بود؟ زینب کبرا سلام الله علیها، رباب مادر علی ازغر، مادر وهب، مادر قاسم ابن حسن، مادر عبدالله ابن حسن، مادر محمد ابن عقیل، مادر عبدالله ابن مسلم، مادر ابن ابر جناده. 9 شهید مادرها دیدن بچه ها شهید شد جلو چشم مادر. 9 شهید. بعد در این کتاب ابصار العین فی اصحاب الحسین می نویسد مرحوم سباوی رضوان الله تعالی علیه 5 شهید در کربلا به بلوغ نرسیده بودن. یعنی چی؟ یعنی 15 سال کمریشون تمام نشده بود.
من عمدن شبا تأکید میکنم که بعضی اصحاب رو بشناسیم، بعضی یاران با وفای ابی عبدالله رو بدانیم کیا بودند. این پنج تا شهیدی که در سن بلوغ نرسیده بودند، یک امشب مجلس به یادش برگزاره، علی اصغر امام حسین علیه السلام. دوم عبدالله ابن حسن پسر 11 ساله امام مجتبی. سوم قاسم ابن حسن پسر 13 ساله امام مجتبی. این سه تا. چهارمین کس محمد ابن سعید ابن عقیل نواسه حضرت عقیل علیه السلام. پنجم جناب عمرو بن جناده. عمرو بن جناده چه کسی بود؟ خوب گوش بدیم. جوان نو جوانی است، بعضی نوشتن 11 سال از عمرش بیشتر نگذشته. پدرش جز شهدای کربلا است. لحظات آخر این نو جوان دید ابی عبدالله تنها مانده. عباس رفت، قاسم رفت، اون رفت، علی اکبر رفت، همه و همه رفتن. این نوجوان چشمش به حسین افتاد، دید حسین سر به نیزه بی کسی تکیه داده. آمد خدمت ابی عبدالله، مولای من اجازه میدان میدی؟ امام حسین به قد بالای این نوجوان نگاه کرد، 11 سال بیشتر از عمرش نگذشته، گفت پسرم نه، برگرد خیمه. باز دوباره برگشت، یا ابی عبدالله اجازه بدی برم. امام حسین فرمود پسرم چند ساعت قبل پدرت به شهادت رسید، مادرت داغ پدرت را دیده، دیگه زود است یک مادر داغ دو نفر ببینه. شاید این جمله را گفته باشد، حسین جان مگر من چی میتونم بکنم؟ قاسم پسر حسن مگر 13 سالش نبود فرستادی میدان؟ امام حسین هر کار میکنه این بچه اصرار. امام حسین این کار آخر امام حسین فرمود پسرم شاید مادرت راضی نباشه. رفت دوان دوان به طرف خیمه مادر. گوش بده، این صحابه امام حسین را، این تعهد اخلاقی را دقت بکنید. رفت به طرف خیمه مادر. مادر اجازه میدان میدی؟ مادر چه شیرزنیست، جانم، مالم، پدرم، مادرم، فرزندم، تمام عمرم فدای حسین، برو پسرت در امان خدا باش. پسر آمد خدمت امام حسین. عمرو بن جناده نامش رو یاد بگیرین ها، پسر 11 ساله نامش بوده عمر، فامیلیش بوده جناده. هنوز بوده عمرو بن جناده. بوده که صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله که جوانان ما در پناه جوانان کربلا محافظت بشه، همه خواهران و برادران که دامه داستان عرض بکنم، صلوات محمد حسین ختم بفرمایید. آمد خدمت ابی عبدالله، یبن رسول الله، مادرم اجازه میدان داد. خیلی خوشحال، شاداب. کجا میری جوان؟ نو جوان شاید لباس رزم به جانش بزرگ بوده باشه، نو جوان 11 سال است. رفت میدان. من که نکته میخوایم تأکید بکنم، این رجز این شهیده. زمان عرب قدیم رسم بر این بود، هر کس میرفت میدان رجز میخواد، شیر میخواد. من کیم، فرزند کیم، پدرم کی بوده، مادرم کی بوده. عمرو بن جناده رفت میدان. خود معرفی نکرد من عمرم پسر جنادم، نه، یه دو جمله گفت، امیری حسین و نعم الامیر، مولایم حسین است و این حسین بهترین مولاست. معمولا این اواخر رسم شده پشت ماشین ها این جمله را می نویسند، امیری حسین و نعم الامیر. در ایران این شعر مال کی بوده؟ مال امین پسر بچه 11 ساله بوده، امیر حسین و نعم الامیر. ادامه شعر عربیش بخونم، ترجمه کنم،
لذت ببری. میگه امیر من مولای من حسینم، حسینم بهترین امیره، سرور و فؤاد البشیر النذیر، نشاط دل پیغمبر حسین. به جای خود معرفی کنه حسین رو معرفی میکنه، یعنی کوفیان نامرد شما حسین رو نمیشناسید، من بچه 11 ساله حسین رو میشناسم، شما پیرمردای کوفه یک عمر پای منبر پیغمبر بودین، پای منبر پدرش علی بودین، پای منبر امام مجتبی بودین، پای درس زینب کبرا بودین، شما نمیشناسین حسین رو؟ حسین میوه دل پیغمبره. بعد ادامه میده، علی و فاطمه والده، علی و زهرا پدر و مادر حسینه. باید کوفیان خجالت میکشن از این جمله، واقعا باید میکشیدن اون زمان، حتما کشیدند. بچه 11 ساله داره درس اعتقادات به ایشان آموزش میده. به جنگ کی آمدید؟ به جنگ حسین؟ کدام حسین؟ علی و فاطمه والده، علی و فاطمه پدر و مادرش هستند. و ام تعلمون له من نظیر، آیا شما در عمرتون امچو امیر دیدین؟ ندیدین. شما میگه جنگ کرد، ادامه جنگ عمرو بن جداده 11 سال خیلی زیباست. جنگید، رزمید، به شهادت رسید. یکی از کسانی که زودتر سرش جدا شد عمرو بن جداده بود. سر این نوجوان 11 ساله رفتن جدا کردن، آمدن جلو پای مادرش پرتاب کردن. خدا رحمت کنه این مادر را. تا مادر چشمش به سر نوجوان 11 ساله افتاد، گریه کرد؟ نه. ناله کرد؟ نه. زجه زد؟ نه. سر را گرفت پرتاب کرد به طرف دشمن، گفت ما چی دیگه در رای خدا دادیم پس نمیگیریم. عجیبه نه؟ بعد میگه این مادر شمشیر رو برداشت، حمله کرد به طرف دشمن. یک مرتبه امام حسین فرمود یا امت الله ارجعی، برگرد. امر امام حسین را اطاعت کرد و برگشت، نرفت به طرف دشمن، سر را هم نگرفت. این مادر را از چی درس گرفته؟ این تعهدات اخلاقی که این مادر داره، تعهدات اخلاقی که این پسر 11 ساله داره. من میبینم واقعا این شما وقت بعضی جملات رو عرض میکنم جوانان عشق بریزن، من واقعا غبطه میکنم به حالشان. خوشا به حالتان که عشقتان جاری میشه، قدر این عشقا رو بدانید. شب آخر مجلس من بریده بودم چگونه روزه بخوانم، اما دیدم خود الحمدلله این عزاداران خودشون هم روزه خوانن هم گریه کنه. حسینه این تعهد اخلاقی داشت با حسین، پدرش با حسین بیعت کرد، بچه 11 ساله به حسین داد اگر منم بالای مثل منم با تو بیعت کردم، تعهد دارم باید برم. رفت و به شهادت رسید، مادرش هم اجازه داد، با خوشحالی هم اجازه داد. شما قرآن رو نگاه بکنید، در قرآن یا ایها الذین، هرگاه میگه بعدش یا میگه این کار رو انجام بدی یا انجام ندی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، ای کسانی که ایمان آورید اطاعت خدا و پیغمبر خدا و اولی الامر امام را، یا میگه نه این کار انجام ندید. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ای کسانی که ایمان آوردید ربا نخورید. به این میگن بایدها و نبایدهای قرآنی، این کار رو انجام بده، این کار رو انجام ندی، همین واجبات و محرماتی که من و شما در فارسی بلدیم بهش باید عنوان بدیم بایدها و نبایدهای قرآنی برای مؤمنین. مؤمن این کار را بکن، مؤمن این کار را نکن. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، تمام را نگاه بکنید، خیلی مطلب زیاده که من وارد بحثش نمیشم. انسان هایی که در روی کره زمین به سر میبرن از پنج قسم خارج نیست. آقای دکتر یوسفی ترجمه آلمانیش قشنگ هم بیان کردن، دسته بندی شده هم بیان کردن، به همین چیزی که من خدمتشان عرض کرده بودم. اول قسم مردم مؤمن است. مؤمن کیان؟ مؤمن کسانی هستند که هم اعتقاد دارن هم عمل، معتقدن نماز واجب و نماز هم میخوانند.
معتقدن غیبت حرام است و حرام هم انجام نمیدن، ام اعتقاد دارن ام عمل میکنن. به اینا چی میگن؟ مؤمن. دوم مسلمه. مسلم چی کسی است؟ مسلم کسی است اعتقاد داره ولی عمل نمیکنه. معتقد است نماز واجبه ولی نماز نمیخونه. این مسلمان، این مؤمن دیگه نیست. این دو صورت. صورت سوم مشرک، هم خدا را میپرستد هم کنارش بت پرستی هم میکند. این مشرک برای خدا شریک قائل میشه. چهارم منافق. منافق کدامه؟ اونه که در زبان قبول داره ولی قلبا قبول نداره. در زبان بگه بله الحمدلله نماز خوبه ولی در عمل اصلا خبری نیست و در قلبم نماز رو قبول نداره. بگه منافق. پنجم مشرک و کافر باشه. پنجم کافر. کافر چی کسی است؟ کافر اونه که اصلا چی دیگه نه قلبا قبول داره نه زبانم. پیامبر بزرگوار اسلام خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله داخل خانه نشسته بود، یک مرتبه صدای به گوشه، صدای دعوا، صدای سر و صدا. پیغمبر سری خود رسان بیرون خانه. ببینی چه خبر؟ دید بیرون خانه کسی یقه یک کس دیگر را گرفته، داد فریاد میکنه. گفت چه شده؟ گفت یا رسول الله قرضدارم از پول من نمیده. حضرت فرمود آی جوان، میدونی کسی که برای قرضدار خود مهلت بده و اذیت نکنه، کسی که گذشت بکنه، خدا در روز قیامت زیر سایه رحمت خود قرارش میده. این روایت را خوان، جوان منقلب شد و یا رسول الله وهبت ثلثا، یک سوم مال را بخشیدم، و وهبت بثلث الى سنه، و اخرتک بثلث الى سنه، و یک سومم یک سال بهش مولد میدم، یک سوم پولم بده. پیغمبر فرمود احسن بارک الله. ببینید مؤمنی نکی وقتی چیز را میشن باید عملم بکنه. امام حسین علیه السلام در زیارت دعای عرفه که همیشه میخونه در ایام عرفه، اللهم اجعلنی اخشاک انی اراک، خدایا من چنان از تو بترسم که انو الان تو رو قشنگ داره میبینم. شما دیدی از پدرت اگر بترسی، پدرت نباشه گناه میکنی، اما اگر پدرت بود وقتی میترسید دیگه جرأت گناه کردن نداری. این جملات امام حسینه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هر کی از مقام پروردگار ترسید خدا دو تا بهشت بهش میده. قرآن ها چرا دو تا بهشت جنتان میگه؟ دو تا بهشت من یک بهشت ما بیشتر داریم. تفسیر آینه بهشت اولی که خدا عنایت میکنه این بهشت ظاهری است، همین بهشتی که از زیرش نهر رد میشه، باغ داره، متکای آنچنانی داره، تخت آنچنانی، این بهشت ظاهری. جنت دوم چیست؟ جنت دوم خوشنودی خداوند تبارک و تعالی است. کسی که از خدا بترسد خدا هم بهشت ظاهری بهش میده، هم خدا همش خوشنودی را میخواهد. امام حسین علیه السلام از خدا میترسید، از چیز دیگه نترسید. هرچی گفتم گفت نه تمام. پیامبر بزرگوار اسلام خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله حضرت می فرماید یا علی ثلاث منجیات، علی جان سه چیز نجات میده انسان را. امشب من و شما این روایت حفظ بکنیم، سه چیز نجات ما میده. یک می فرماید خوف الله فی السر والعلانیه، از خدا بترسین، چی تنها باشین چی در حضور مردم باشین، از خدا بترسین. یک. دوم القصد فی الغنای والفقر، اعتدال با میانه روی، پول داشتی اسراف نکن و همچنان زیاد خود را سخت جلوه ندی، میانه روی، اعتدال. این دوتا. سوم والعادل فی الرضای والغضب، عادل باش علی جان، در هر حالی که بود عدالت را رعایت بکن، بقی کسی ظلم نکن. این سه تا ویژگی که پیغمبر فرمود منجیات، نجات میده ما را.
چه چیز یاد بده؟ تکرار میکنم که یاد بگیرید، حفظ بکنید. اولین چیزی که نجات میده انسان را چی شد؟ اول خوف الله از خدا بترس، دوم میانه رو باشیم، سوم عدالت داشته باش. خدا ترسی، میانه روی و عدالت، پیغمبر فرمود این سه چیز انسان را نجات میده. پس سوال ما سه تا بحث را مطرح کردیم. بحث اول محور خدا ترسی عبارت از این بود خدا را حاضر بدانیم، دیشب خواندیم. دوم ترجیح خدا بر همه چیز، امشب دیشب خواندیم. سوم تعهدات اخلاقی و چهارم غلبه بر هوای نفس. این نفس لامروت است، آن چی میکشیم از دست نفسه، غلبه بر هوای نفس. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هر کی بر هوای نفس بود مسلط شد بهشت برین نصیبش میشه. قرآن اینا همش فرزدق آمد خدمت ابی عبدالله. خوب گوش بدید، فرزدق آمد خدمت امام حسین، عرضه داشت ابن رسول الله مردم کوفه شما رو خیلی دوست داره. عجب عجب دوستی، دوستی خاله خرسز به گفته ای برادران ایرانی ها. مردم کوفه تو رو دوست داره حسین جان. متن عربیش اینه، فرزدق میگه قلوبهم معک و سیوفهم علیک. قلبشون با توی حسین است ولی شمشیرها در مقابل توی حسین است. چرا؟ چون پول گرفتن، نفس رو کنترل نکردن و نه نفس عن الهوا نکردن، پول گرفتن در مقابل پسر پیغمبر شمشیر کشیدن. عمرو بن قیس مشرقی سر راه امام حسین آمد. امام حسین فرمود امر ما رو یاری نمی کنی؟ این جمله را گفت یا ابن رسول الله لی اولاد و اولا اموال. آقا جان دلم میخوای یاری کنم ولی چیکار کنم بچه دار هستم. آقا جان دلم میخوای یاری کنم چیکار کنم مال زیاد دارم. بی انصاف، مگه ابوالفضل اولاد نداشت؟ مگه این شهدای کربلا شدم اولاد نداشتن؟ مال نداشتن؟ گفت لی اولاد و اموال، نکرد امام حسین رو یاری نکرد. حالا یک شب بحث رو عرض خواهم کرد که چی شد اتفاقی برش افتاد، حالا وارد بحث نمیشه. یک جمله پیغمبر هم بخوانم، خیلی جمله زیباست چون بحث ما خدا ترسی است. شاید بعضی بگن آقا ایام عاشورا است خدا حرف میزنی، بلی امام حسین برای خدا شهید شده. امام حسین از ترس خدا قیام کرده چون دین خدا در خطر بوده. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود یبن مسعود، خب قشنگ گوش بدی روایت، دقت بگی روایت، به سر مسعود چی میگه؟ ایاک ان تشرک بالله طرفة عین، مواظب باش یک چشم به هم زدن برای خدا شریک قائل نشی. ابن مسعود برای خدا شریک قائل نشی. شاید بگی آقا ما که شریک قائل نشیم. چرا؟ امین من و شما رو عرض میکنم خیلی اوقات برای خدا شریک قائل میشیم. زن ما شریک خدا، اولاد ما شریک خدا، مال ما شریک خدا، مشرک میشیم دیگه. پای خدا در میان میآید و پای مال، مال را میگیریم خدا را ولش میکنیم. یبن مسعود، به سر مسعود حواست باشه مشرک به خدا نشی، ولو به اندازه یک چشم به هم زدن. بعد ادامه روایت خیلی زیباست، نشدی که شنیدی، خیلی کم شنیدی. میفرماید که و این نشرت بالمنشار. نشرت بالمنشار یعنی چی؟ یعنی ولو تو را اره کنند. خیلی سخته نه؟ انسان بین اره بکنند. یبن مسعود بر خدا شریک قائل نشی ولو تو را اره بکنند. یک، دوم او قطعت، یا قطعت بکنن مثل امام حسین، مثل ابوالفضل العباس. عباس علیه السلام را قطعه کردند، مقتل داریم دیگه، ولی دست از خدا بر نداشت. این دو، یبن مسعود او صلبت، یا تو را به صلیب بکشن، او هورقت به نار، یا آتشت بزنند، برای خدا شریک قائل نشد. امام حسین رو بیم بر امین مطلب پیاده کنیم. انگشت امام حسین را بریدن، سرش را بریدن، زن و بچه‌اش را به اسارت بردن، بچه‌های شیرخوار را سر بریدن، خیمه ها را آتش زدن. همه این روایت در زندگی امام حسین میتونی پیادهش بکنی.
اخرقت دارد آتش زدن. حالا اگر بره نبوریدن نامردها با نیزه و شمشیر و آنقدر قده قده کردن بدن امام را که حتی دختر امام حسین بدن پدر را نشناخت. زور عاشورا وقتی آمد گفت عمه جان، دید عمه زینب کنار یک بدن عزاداری میکنه. عرضه داشت عمه جان این بدن بدن کیه؟ زبان حالش جانان عمه حق داری نشناسی، این بدن بی سر بابایت حسینه. قدر قدر هم شد ولی دست از خدا بر نداشت. یک واعظ روی منبر رفت، هر شبی که درهای بهشت رو توضیح میداد، میگفت یکی از درهای بهشت مال کسانی هم که صدقه میدن، یکی از درهای بهشت کسانی هم که جهاد در راه خدا میکنن، در بهشت نامی داره به نام صائمین، کسانی که روزه میگیرن. پیرمردی بلند شد پای منبر گفت آقا جان، من نه پول دارم، نه قدرت روزه گرفتن دارم، نه قدرت جهاد دارم، تکلیف من چی میشه؟ منبری گفت گیر کردم چیکار کنم. رفتم خانه، در خانه وارد خانه شدم، مطالعه میکردم، کتابی را برداشتم. در این کتاب مطلب جالب سفینة البحار را برداشتم. دیگه میگه سفینة البحار را برداشتم، یک مرتبه مثل استخاره باز کردم، استخاره باز کردم، یک روایت از پیغمبر شنیدم. اون روایت این بود: ان الحسین باب من ابواب الجنه، حسین دریست از درهای بهشت. گفتم پیدا کردم. فردا رفتم گفتم پیرمرد، یکی از درهای بهشت مال محبان حسینه، و خودتان افتخار بکنید که در مکتب ابی عبدالله حسین علیه الصلاه و السلام اومدید. این حسین کیست که عالم عمه دیوانه اوست؟ این حسین کیست که عالم عمه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوگر است. هر سایتی الان بری، تیوتر میری، فیسبوک میری، نیف آنلاین میری، هر جا میری نام امام حسینه، سراسر جهان پخش شده. هر کجا می نگرم نور رخش جلوگر است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست. هر کسی میل سوی کرب و بلایش دارد، هر کسی میل سوی کرب و بلایش دارد، من چه دانم که چه سری است که در خانه اوست. شما میدانید ما چند تا باب الحوائج داریم؟ ما کلا 3 تا باب الحوائج داریم، یعنی حواسه به ما باشه، منبر تمام، انشاءالله ادامه بحث باشه برای فردا شب. ما در ائمه ما و در بین ائمه و بین غیر ائمه 3 تا باب الحوائج داریم. باب الحوائج رو ترجمه کنم، باب به معنی در، حوائج یعنی حاجت ها، ولی حاجت بگیر باید از درش وارد بشی. در ائمه فقط وجود ناظرین موسی بن جعفر ملقب به این صفتن، به این مطلبن، موسی بن جعفر باب الحوائج. بقیه از ائمه ما لقب باب الحوائج همه واجب میدن، اما این لقب را دیگه ندارن. مثل امیر المؤمنین مال علی علیه السلام است، سید الشهدا مال امام حسین است، کریم اهل البیت مال امام مجتبی است. همه کریم بودن ولی القاب مختص اختصاصی. باب الحوائج یعنی چی؟ یعنی دروازه حاجت. این صلوات ها دیگه مناسب این مجلس و این جمعیت نیست، یک صلوات بلند نهد فرمایید. اولین باب و لوایج موسی بن جعفر امام. دو تا باب و لوایج دیگر داریم که جز شهدای کربلاست، یکی وجود ناظرین ابوالفضل العباس است باب الحوائج، و یک باب الحوائج هم شش ماهه حسین علی اصغر است. یا الله خودت کمک کنید.
حالا بذار چند تا مقدمه روزه براتون بخونم. حالا اگر روزه هم گریه کردیم مادرایتون رو دعا کنیم. من همیشه تأکید میکنم مادرایتون رو دعا بکنیم، شیر پاک به دهنتون گذاشته که تا نام حسین میشه، اشکتون جاری میشه. خیلی عظمت داره. خیلی آقا هر کار میکنن گریه نمیشه، ولی بعضا دیدین تا نام حسین میگه عشقا حلقه میدونه دور چشمش. قدر خودتون رو بدانید. السلام علیک ایو الطفل الرضی یا باب الاوائج یا علی اصغر. چند تا ویژگی علی اصغر علیه السلام داشت که سایر شهدای کربلا نداره. ویژگی اول، خردسالترین کوچکترین شهید کربلا علی اصغر با سن 6 ماه. یک ویژگی. ویژگی دوم، تشنه‌ترین شهید کربلا باز علی اصغر. چرا؟ دلیل میگم. انسان هرچی بزرگتر باشه تحملش بیشتره دیگه، نه؟ انسان بزرگتر تحمل تشنگی رو بیشتر داره، اما هرچی بچه ها کوچکتر باشه تحملاتشان کمتر. علی اصغر تشنه‌ترین شهید کربلاست. این دوتا ویژگی. ویژگی سوم در رابطه با علی اصغر اینه، همه شهدای کربلا لباس رزم پوشیدن، کلا گرفتن، زری گرفتن، شمشیر گرفتن، به پای خود به میدان رفتن. اما 6 ماهه حسین نه کلاهی داشت، نه زریهی داشت و نه شمشیر و نه رجزی. اصلا حرف نمیتونه بچه 6 ماهه بزنه که رجز بخونه بر دشمن. خواهران احسن به این سکوت دان. اونه که بچه شیرخواره دارن، حالا چی مردها چی خانمها، اونه که بچه نوزاد دارند، این جملاتی که من امشب میگم بیشتر میسوزند. چون انسان بچه کوچیکی که داشته باشه دلش بیشتر آتش میگیره. به یاد علی از غریب حسین داریم گریه میکنیم. باب الحوائج، دروازه حاجت ها. این سه تا ویژگی. یک نویسنده مسیحی می نویسد در تاریخ مظلوم زیاد بود، اما تمام پرونده های مظلوم تا روز قیامت بسته شد. اما یک مظلوم داریم، مسیحی سا یک مظلوم داریم، پروندهش باز شد، تا روز قیامت این پرونده باز خواهد بود. دلیل این مسیحی چیز میگه دلیلش اینه، هیچگاه شما ندیدی بچه شیرخوارا را در بغل پدرش ذبح بکنند. این دیگه ویژگی علی اصغر. ویژگی دیگر علی اصغر اینه که اولین شهیدی که امام حسین دفن کرد وجود نازنین علی اصغر بود. خود امام حسین با دست خود دفن کرد علی اصغر را. کلا در بحث روزش بیشتر توضیح خواهم داد. من نمیدانم این حرمله نامرد با دل امام حسین چه کرده بود. حرمله را شناختی کیسا؟ او تیرانداز خبیثی که چند تا تیر زهرالود داشت، یکی به قلب مبارک حسین زده بود، یک تیر به چشم مبارک ابوالفضل العباس زد، تیر سوم را نگه داشته بود. تیر سوم سه شعبه بود. سه شعبه اونه که یعنی تنها یک نوک تیز نداره. نوکش به خط تیزی زدی زار. تیر سه شعبه را به خدا نمیتونم چگونه توضیح بدم برای یعنی سه چهار تا تیر را کنار همدیگر میبندن، یعنی از هر طرف بخوره خودش تیره. حرمله نامرد من نمیدانم چی کار کرده بود. وقتی خبر قیام مختار به امام سجاد رسید، خوب گوش بدین چی میگم، بعد گلیا باید ناله ها بلند میشه. خبر به امام سجاد رسید آقا جان مختار قیام کرد. امام سجاد برای مختار ثقفی دعا کرد، اما یک سوال کرد. میدونی از کی سوال کرد؟ از شمر؟ نه، کار به شمر نداشت امام سجاد، کار به خونی هم نداشت
امام سجاد یک سوال کرد، من نمیدانم به خدا هر ولد با قلب امام سجاد چی کرده، صدا زد آیا مردم بگین آیا هر ملک را هم گرفتن یا نه. بعد فرمود به خدا هر ملک با نوزاد حسین با برادر شش ماه هم کاری کرده، تا زنده باشم داغش در دل منه. بچه ها از چند سالگی خانم ها از شیر جدا میکنن؟ خانم ها آقایان دیدین دیگه نه؟ قرآن میگه دو ساله که شد بچه ها را از شیر جدا کنید. اما من یک نوزاد بهتان معرفی میکنم، هنوز دو سال نشده، هنوز یک سال نشده، هنوز تازه شیش ماه است. این شیش ماه را با تیر از شیر جدا کردن. یا بابا الحوائج یا علی ازگر. یک کسی میگه وسط خیابان ایستاده بودم، وسط بیابان همه موترها رد میشد، کسی استاپ نمیکرد، موترم جوش آورده بود، نیاز به آب داشتم، هر کار کردم کسی استاپ نمیکرد، میترسیدن رد میشدن. یک مرتبه خانم صدا زد بیا بچه کنداغی رو بگی، شاید مردم دلشان به حالی بچه کنداغی بسوزه نگه دارن. یا آقا میگه تا اینکه بچه را با بغل گرفتم، اولین موتر که رد شد برک کرد آمد پایین به ما آب داد، بابا به احترام این طفل شیرخوارا به تو استاد کردی. اما این آمدها کربلا احترامی بچه شش ماه را نگه نداشتن. هندوستان بذار نقل کنم برید، در هندوستان رسم شبیکشی میکنن. شبیکشی اینه که یکی شمر میشه، یکی خولی میشه، یکی هرمله میشه، شبیه صحنه کربلا رو ترسیم میکنن، مثل نمایش درستش میکنن. بین مسلمانای هندوستان هر کس یک نقشی رو گرفت، یکی شمر شد، یکی خولی شد، یکی عمر سعد شد، اما به هر کی تیر و کمان میدن نقش هرمله را بازی کنه کسی بازی نمیکرد. اگه ما چگونه بیاییم تیر به طرف طفل شش ماه بندازیم؟ گفتن اگه نداره میریم بازار هندوها. رفتم بازار هندوها، بازار فقیر نشینا، یک فقیری خیلی وضعش خراب بود، برای یک کلدار شاید جان خودم میداد بنده خدا. گفتن آقا جان بیا ما تو صد کلدار بید بینیم، یک نمایشی داریم، یک نقش یک دقیقه ای بازی کن. گفت چهشه صد کلدار خیلی پوله. بلند شد آمد صحنه را آماده کردند، تیر و کمان به دستش دادن. یک مرتبه گفتن الان که ما گفتیم تو تیر را رها کن. گفت کجا رها کنم؟ گفت به طرف گلوی این بچه شش ماه. هندوسا مسلمان نیست، میگه این هندو تیر و کمان به زمین زد، رو به طرف دیوار گرفت، بلند بلند گریه کرد، گفت من چاره ندیدم به گلوی طفل شیرخوار تیر بزنم. اما من نمیدانم این هرمله بی حیا چی کار کرد کربلا، چگونه دلش آمد گلوی علی ازگر را ببرد. یا علی ازگر یا باب الحوائج، امشب ببیا کسایی که میخوان خود را دخیل کنن، یکی میگه مریض دارم، یکی میگه گرفتارم، یکی میگه مشکل دارم، امشب بریم در خانه باب الحوائج علی ازگر شش ماه. حاجتمندا گرفتارا باید بیشتر بیایی همدردی کنی با حسین. این همه مقدمات روزه دارم میخوانم که حال پیدا کنی. یک کسی میگه از کوچه رد شدم، دیدم یک آقای یک بچه بغلشه، بغل دیوار نشسته گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ فقیری؟ پول بهش داده. گفت آقا من فقیر نیستم. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت بچه‌ام مریض شد، از خانه بلند شدم، آوردم برم به طرف شفاخانه، بیمارستان ببرم، در مسیر را این بچه جان داد، بچه تمام کرد، الان من جرأت نمیکنم چگونه برگردم خانه به مادرش چه جواب بدم. من نمیدانم حسین چگونه کرد، چه کار کرد، این عمل رو انجام داد. مسئلتون مسئله شرعی هم بخوانم دیگه واسه دروزه. ولی در فقه داریم
در لومه هم خواندیم اگر انسان میخواه یک پرنده را ذبح بکنه باید چاقو به اندازه اون پرنده کوچیک باشه. یعنی چی؟ یعنی شما با تیغ بزرگ سر پرنده را نبر. گرفتی میخوایی چی بگم؟ اما آیا تیغ سه شعبه با گلوی نازک علی اصغر اما هنگی داشت؟ چی کار کردن با گلوی علی اصغر؟ آمد کنار خیمه ها حسین صدا زند سلام علیکم یا اهل بیت النبوه علیکم منی السلام من رفتم خدا حافظ. زینب آمد جلو صدا زد برادر به خدا علی اصغر از فرد دشنگی داره کمال میشه داره جان میده داره از حال میره خنداق علی اصغر را بردن و دست شبی عبدالله دادن. امام حسین مقتل می نویسه لباس رزم از بدن بیرون کرد امامه پیغمبر بر سر کرد خنداق علی اصغر را گرفت به طرف لشکر دشمن صدا زدای کم به خدا این طفل شیش ماه داره تلف میشه در لشکر دودستگی ایجاد شد. بعضی میگفتن آبش بدیم بعضی میگفتن بگذار مثل برادرش علی اصغر لب تشنه جان داد. عمر سعد صدا زد آی حرمله آی حرمله کجایی؟ ارمله آمد نزدیک چیکار کنم پدر را نشانه بگیرم یا پسر را؟ آماده یا نه؟ آماده برم برم یه بکنید. یک مرتبه عمر سعد صدا زد آیا سفیدی گلوی علی اصغر را نمیبینید؟ یک مرتبه به طرف بالا نگاه کرد دید. ببینید عزیزان کار تیر سراخ کردن ها تیر سراخ میکنن ها اما کربلا فذبحوا من الاذن الى الاذن گوش تا گوش علی اصغر را برید به معنی ناله ها را. یا حسین یا ابی عبدالله حسین آمد برگشت طرف خیمه احمد دوان دوان به استقبال حسین آمدن. رباب مادر علی اصغر تحمل نداره پایش دیگه طاقت نداره راه بره پرده خیمه رو بالا زده الان دیگه حسین بر میگرده علی اصغر هم رو سیراب میکنه. Yeah.
داره زینب نگاه میکنه، رباب نگاه میکنه، اما نگاه میکنن زنن کاری هم کرده دارم میکنه. یا حسین ای کاش جوانه ای که من در مجلس داد میدنن ای کاش کربلا بودن، ای کاش من کمک میکردن داد مرتبه میدن دیدن کم را باز کردن جنازه یعنی افتر را بلند کردن. یا يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين خدايا ماك عبرو تداريم پرونده ما خیلی سیاست ما خودم عرض میکنم الهی ما که آبرو نداریم اما امشب یک کسی را میاریم در خانه دی خیلی آبرو داره ما امشب سر بریده علی از هر راشتی میاریم اما من یجیب آل مزتر ازاد آخ بگیش بسو من یجیب آل مزتر ازاد آخ بگیش بسو خدایا حق پیغمبرت رحمت للعالمین بلکه علی از گرباب الهوائج هر کسی هر حاجت دارین این طور دعا بکنم دعای منبری نکنم دعای خودمانی کنم خدایا هر کس امشب از این جوان ها از این خواهر ها از این برادر ها از این هر کس امشب یک حاجتی داره که مریض داره که گرفتاره که مشکل داره هر کس یک مشکل داره خدایا یه امشب یک قسمت میدیم تو را به حق قنداقه خونین علی اصغر همه ما را حاجت روا بفرما خدایا تعجیل در فرج مولای من امام زمان عنایت بفرما شده دشمنان اسلام به خودشان برگردان در پناه قرآن به امام زمان محافظت بفرما مریض هایی که التماس دعا کردن نامه دادن خدای پروردگار همه مریضا را شفای عاجل عنایت بفرما خدای پروردگار به حق علی اصغر حسین در دنیا و آخرت ما را از قرآن و اهل بیت جدا مفرما شب اول قبر امام حسین به فریاد همه ما
برسان، خدایا قرض مکروزی ادا فرما، صدر مسافرین اسلام بی خطر بفرما، زندانیان اهل مجلس ما از بند رهایی مرحمت بفرما، جوانان ما، پسران ما، دختران ما را خدایا در این کشور از گزند حوادث و بلایا محافظت بفرما، خدایا طفلهای ما را، کودکان ما را در پناه قرآن و امام زمان محافظت بفرما. الان دیگه دلها شکسته، اشکها جاری است، بهترین وقت دعا برای فرج امام زمان است. اللهم عجل لبنيك الفرج، اللهم عجل لبنيك الفرج، اللهم عجل لبنيك الفرج، والعافية والناس وجل من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص بلند صلوات.